الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي يجب الحذر منها والتحذير منها. چهارمین مورد از نواقض اسلام که بر حذر بودن و بر حذر داشتن از آن ضروری است عبارت از من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم او افضل. این اعتقاد هست که کسی اعتقاد داشته باشه که رهنمود کسی غیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سطح مانند و همتراز با رهنمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا برتر از سنت و رهنمود اون بزرگوار هست، این اعتقاد جزء نواقض اسلامه. او اعتقد ان حکم غیر النبی صلی الله علیه و سلم افضل من حکم النبی صلی الله علیه و سلم او مساوی له. یا اعتقاد داشته باشه که حکم و قضاوت کسی غیر از رسول خدا علیه السلام هم سطح و همانند یا برتر از حکم رسول خدا علیه السلام هست. اذا هذا الناقض عندنا في الاعتقاد في من يعتقد ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح. لذا این مورد از نواقض اسلام جزء اون مواردی است که به اعتقاد مربوط میشه. اكمل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بیشک کاملترین رهنمود و روش رهنمود و روش رسول خدا علیه السلام هست، سواء كان في العبادات او في المعاملات. فرقی نمیکنه که این روش در عبادت ها باشه یا در معاملات باشه. اعبد الخلق النبي صلى الله عليه وسلم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبادت گزارترین بنده الله بودند. نعم، فلا بد ان نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. از این رو باید به روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل بکنیم و در مسیر و راه ایشون حرکت بکنیم. الان تريد ان تدعو الله سبحانه وتعالى. حال میخواهی دعا بکنی و به دعا بپردازی. ما هو افضل دعاء؟ برترین دعا چیه؟ الذي دعا به النبي عليه الصلاه والسلام. همون دعایی هست و همون روشی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با اون دعا کردند. بعض الناس ياخذ ادعیه لبعض البشر، یقول فلان ولی مثلا من اولیاء الله مثلا دعا بهذا الدعاء، ايهما افضل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم او دعاء هذا الولي؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولا نشك فيها. برخی از مردم عادت دارند که به عنوان مثال میگن فلان ولی این چنین دعا کرده یا با این روش دعا کرده. سوال اینه که کدوم یک از اینها برتر هست، ولی یا نبی صلی الله علیه و سلم؟ دعای ولی یا دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ قطعا روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دعا کردن کاملتر و برتر هست. طریقه فلان فی الالقاء فی التعلیم مثلا، هل هذه الطريقه افضل من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم؟ لا والله، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاه والسلام. يا روش آموزش، روش آموزش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برتر هست یا روش آموزشی دیگران؟ قطعا راه و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برتر و کامل ترین روش است. نعم، اذا هذا الناقض مهم جدا، وهو ان اذا اعتقد كفر نسأل عافية السلام، لكن إذا عمل أحيانا أخذ بدعاء فلان من الناس ويعتقد أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، هذا لا يكفر والله أعلم. لذا باید توجه داشت که این اعتقاد که راه و روشی غیر از راه و روش رسول خدا صلی الله علیه و اسلام کاملتر و برتر هست، این اعتقاد جزء نواقض اسلام هست و کفر شمرده میشه. اما اگر کسی اعتقادش این باشه که راه و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاملترین روش هست، اما به روش کسی غیر از روش اون بزرگوار روی بیاره، این فعل و این عمل با اعتقاد به این که روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاملترین روش هست جزء نواقض اسلام شمرده نمیشه، کفر شمرده نمیشه و این شخص تکفیر نمیشه و از دایره اسلام خارج نخواهد بود.